أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و اومن به و لا اکفره و اعادی من یکفره و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالهدى و النور و الموعظه على فتره من الرسل و قله من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرد وظل ضلالا بعيدا. أوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة وأن يأمره بتقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در نماز جمعه شکرگزاری میکنم. خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. مسیر پرپیچ و خم زندگی که خطرها و آسیبها در کمین ما هست تنها با سرمایه تقوا و پروا پیشه کردن میتواند به سرمنزل مقصود برسد و با سلامت به جایگاه ابدی انسان دسترسی پیدا کند. در خطبه اول بحث صداقت را به عنوان یک نیاز و به عنوان یک راه امنیت و سعادت و یک نسخه نجات از منظر آیات و روایات بررسی میکنیم. در خطبه دوم اگرچه هفته گذشته خیلی کوتاه از امام هادی علیه السلام یاد کردیم، چون شهادت اون بزرگوار در این ماه هست، یعنی در سوم ماه رجب بود، به دلیل اهمیت و نیازی که به سبک مدیریت اون بزرگوار داریم در خطبه دوم باز هم از روش حضرت که شرایط زندگی ما از جهاتی شباهت داره یا میتوانه از سبک و روش حضرت بهره میگیرد و اصلاحات بهتری را در زندگی من داشته باشیم، گوشه های از نحوه مدیریت حضرت را با هم خواهیم شنید. مسائل اجتماعی، مسائل امنیتی افغانستان و همینطور کشورهای همسایه از مسائل است که در نماز جمعه باید با اونها بپردازیم. اما مسئله صداقت و راستی و نقش صداقت در زندگی بشر از موضوعات مهم اخلاقی، حقوقی و اجتماعی بشری است. یعنی زندگی ما با صداقت خیلی عوض میشه و با نبود صداقت خیلی مشکلات در زندگی خانوادگی تا اجتماعی و کلانمان به وجود می آید.
به تعبیر امیر بیان که پیامبر فرمودن علی با حق از حق با علی است، علی با قرآن از قرآن با علی است، فرمودن از صدق صلاح و کل شی، هر چیزی رو بخوای اصلاح بکنی کامل بکنی و مؤثر باشه فقط راه حلش صداقته. همه ای موضوعات از حکومت ها بگیریم تا روابط دو نفر زن و مرد، فرزند و پدر و مادر، همه ای امور تولید و پیشرفت و تجارت ها و داد و ستد ها، روابط کلان، از صدق صلاح و کل شی، راستی صلاح و در واقع عامل پیشرفت و آبادی و سلامت هر چیزی است. وقت صداقت گفته میشه بیشتر به از آن همین صحبت میآید، گفتار، گفتمان. درسته یکی از مصادیق و یکی از نمونهای صداقت راستی در گفتار است، اما صداقتی که در قرآن و در روایات مطرح است شامل همه ابعاد زندگی ما میشه، هم گفتار ما، هم کردار ما، هم روابط ما، حتی مسائل اداری، خانوادگی، حکومتی، همه اینها بر معیار صداقت باید بنیانگذاری شود. اقدامات انسان، نیت انسان، عمل انسان، گفتار انسان شامل همه اینها می شود. خداوند در قرآن به عنوان یک نسخه شفا بخش می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مؤمنا با تقوا باشین و کونوا مع الصادقین، با راستگویان باشین. در اسلام صداقت یه جایگاه ویژه داره، یک جایگاه حساس و برتر داره. پیامبر بزرگوار اسلام میدونین از مکه مهاجر شد، شبم خلاصه از منزل حرکت کردم، امیرالمومنین در بستر پیغمبر فداکاری کرد، اونجا خوابید، پیامبر به غار ثور رفت، از اونجا به سمت مدینه و مهاجر شدن. بعد از اون که دوران مهاجرت سپری شد، مکه فتح شد، خب وارد مکه شدن، خداوند این آیه را به پیغمبر نازل کرد، جایی که خدا با عبارت قول به پیغمبر دستور میده معلوم میشه که از اهمیت بالایی برخوردار است، ولی خب همه قرآن کلمات خداوند از پیغمبر به گوش مردم رسانده، اما جایی که با قول میآید به دلیل اهمیت است. خدا به پیغمبر فرمود و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، خدایا ورود مرا، بازگشت مرا به مکه با صداقت قرار بده، بیرون شدن مرا، برگشتن مرا با صداقت قرار بده. ما هر کار میکنیم، به اداره میریم، به مکتبی برای درس دادن میریم، برای خلاصه اداره مجلس وارد میشیم، نظام را، حکومت را، مدیریتش را به عهده میگیریم، رهبر میشیم، مثلا پیشوا میشیم، موقعیت اجتماعی خلاصه به عهده ما میاید، باید بر اساس صداقت کار را شروع بکنیم. حالا این ورود و خروج به مکه مد نظر نیست، هر ورودی اگر نیت و برنامه ورود صادقانه باشه، انسان با عزت و سربلندی از اون معرکه و از اون ماجرا بیرون میشه. هر جا تجربه کنیم یک تجربه موفقی است. از قول حضرت خلیل واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، تا امروز مردم عاشق حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه السلام است، معیارش صداقته. خب فرصتمون کم است، پیامبر فرمودن علیکم بالصدق
به راستی و به صداقت توجه کامل داشته باشیم. فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِ، صداقت با زیبایی است. هر چیزی که درش صداقت بود زیبایی میشه، کلام زیبا میشه، عمل زیبا میشه، نیت زیبا میشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بعد فرمودن و هما فی الجنه، بر و صداقت در بهشته. فرمود که از دروغ بپرهیزین، از کذب حذر کنین. فانه مع الفجور، کذب با گناهان است، با آلودگی هاست. و هما فی النار، کذب و فجور در جهنم است. عوامل جهنم رفتن همین هاست، عوامل بهش رفتن هم صداقت و خلاصه بر و سائر اخلاقیات و دستورات نجات و هدایت است. در روایات داریم که خیلی به نماز مردم دل نبندین، ببینیم آیا در کنار نماز، روزه، حج زیاد رفتن، امر معروف، صدا و ناله در دل شب، آیا اهل صداقت هم؟ خب اینا خوبه، به شرطی که صداقت هم باشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشا و منکرات باید باز بداره. اگر نماز وسیله فریب مردم بشه، تلاوت قرآن، شب بلند شدن، روزه گرفتن، اینا اثری نداره. لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج والمعروف، فرمود به زیادی نماز و روزه و حج و امر معروف نگاه نکنین. انظروا الى صدق الحدیث، ببینین اینا واقعا اهل راستی هستن و ادای الامانه، امانت ها را به صاحبانشان برمیگردانن. اگر امانت به صاحبش برگردانده شد، اگر آدم راست بود، او ارزش است. امیرالمومنین صحبت های درباره صداقت دارن، فرصتمان کوتاه است. مسائلی که در خطبه دوم لازم است مطرح کنیم از منظری مهمتر است. من زیاد خلاصه در معرفی صداقت از منظر قرآن نمی پیچم. آثار صداقت را در دنیا و آخرت کتا با عرصه های صداقت و مجراها یا در واقع میادین صداقت عرض بکنم. اگر خواسته باشیم در جامعه اثرگذار باشیم، که مردم به ما اعتماد کنن، مردم ما را دوست داشته باشن و مردم حساب ببرن، یک محابتی و یک هیبتی و یک خلاصه جایگاهی در جامعه خدا نصیبمان بکنه و نصیبمان بشود، راهش راستی است. امام صادق علیه السلام، حضرت امیر فرمودن یکسب الصادق بصدقه، آدم راستگو با راستیش سه چیز به دست میاره: حسن الثقه، اعتماد مردم. خب مردم با آدم اعتماد داشته باشه خیلی ارزشه. ول محبت، قلبا مردم آدم راستگو رو دوست داره. ول محابت، من از طریق راستی یک هیمنه، یک شخصیتی، یک ارزشی در دل مردم در جامعه پیدا میکنن. شما ببینید تاجر صادق چطوری است مردم باش، سیاستمدار صادق، روحانی صادق، یک شخصیت اجتماعی. اونی که اهل صداقت نیست اینا را نداره، این سرمایه ها را نداره و اینا میتوانه نقش آفرین باشه. روابط بین افراد و روابط بین مجموعه ها را صداقت میتوانه مندگار کنه، مستحکم کنه. هیچ عاملی به اندازه صداقت رابطه ها را محکم و استوار و پایدار نمی کنه. افزایش بهره‌وری و توسعه فضای اقتصادی و کار، وقتی آدم حس میکنه
باور پیدا میکنه که این کشور با انسان با این کشور صادقانه کار میکنه، این مسئول صادقانه کار میکنه، این به اصطلاح کارخانه و مدیریت این کارخانه و این تشکیلات صادقانه با ما در زمینه برنامه ها عمل میکنن، توسعه فراوان میشه، زمینه فراوان میشه، انکشاف بالا میره، خیلی از مشکلات، خیلی از تنگی ها، خیلی از خلاصه دشواری ها به خاطر این است که مردم به سمت صداقت حرکت نمیکنن. وضعیت سختی که ما شاهدش هستیم یک بخش عظیمش از همین دوری ها و کذب و ناپایداری هاست. ترویج روحیه ایثار و فداکاری، وقتی انسان اهل صداقت باشه این اخلاقیات و این عوامل خوشبختی و آرامش در جامعه زیاد می شود. بگذاریم، آثار فراوان داره. یکی از آثار بسیار ارزشمندش که سلامت جامعه هم به او گره خورده، وقتی آدم با صداقت برخورد میکنه و دیگرها با او صداقت داره، اضطراب، استرس، اینها در زندگی کاهش میکنه. از نظر پزشکی، از نظر خلاصه صحت و درمان و بهداشت روانی، خیلی از مریضی ها، خیلی از ناراحتی ها معلول و نتیجه ناآرامی های به او روانیه. شما حساب کنید اگر یک شوهری به همسرش دروغ بگه، همیشه نگرانه. خدا نکنه یک خانومی به شوهرش دروغ بگه، حالا اگر یکم چی وضعیت در خانه پیش بیاید، همیشه هر کدامش از ناحیه کسی که به او دروغ میگه در نگرانی است. حالا شما حساب کنید اگر یک سیاستمدار اهل دروغ باشه، چقدر جامعه آسیب میبینه. یک رهبر، یک شریک، اینا همش عوامل اضطراب و ناامنی و خلاصه مشکلات روحی روانی میشه. خیلی از بیماری های صعب العلاج در نتیجه اضطراب و استرس های روحی روانی سراغ آدم میآید. ما میتونیم با صداقت اینها را درمان بکنیم. کاهش فساد، خب یکی از بهترین راههایی که ما بتونیم جلوی فساد بگیریم که اکثر دنیا با این مشکل گرفتار است. حالا ابزار و دوربین و خلاصه رصدهایی که میشه، اینا به جای خودش، هیچ کدام اینا جای صداقت نمیتونه بگیره. بالاخره یک کسی پیدا میشه حریف دوربین هم بشه. اما اگر کسی خودش خودکار اهل صداقت شد، فساد اجتماعی کاهش پیدا میکنه. خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مؤمنا با تقوا باشین، و قولوا قولا سدیدا، سخن محکم و استوار بگین، یصلح لکم اعمالکم. این سخن سدید و این سخن صادقانه و این برنامه محکم و استوار اعمال شما، نگین اعمال یعنی یک کار، یعنی زندگیتان عوض میکنه، اصلاح میکنه. وضعیت خلاصه امنیتی بالا میره، وضعیت اقتصادی بالا میره، اعتمادها فراوان میشه، سرمایه گذاری ها فراوان میشه، مسافر میایه خلاصه اعتماد بالا میره. خب وقتی صداقت نباشه، کسی چیزی داشته باشه مخفی میکنه، میترسه. یکی از برکات صداقت در زندگی و یکی از آثار صداقت در زندگی که مخصوصا در نیت و در زبان و در عمل از ما اگر دیده شود، مهمترین بخش صداقت این است که واقعا اون نیت ما، اما لحظه‌ای که شروع میکنیم بر اساس صداقت و حقیقت باشه. خیلی مهم است آدم اگر نیتشه خلاصه درست مدیریت بکنه، بعد گفتار و عملش هم در مسیر نیت او را یاری میکنه و پیش میره. به همین دلیل است که ایمان هم در سه بخش جلوه میکنه و صداقت هم
در سه نقطه مهم مورد توجه قرار گرفته. یکی اعمال، یکی گفتار و یکی نیت. اون نیت خیلی مهم است. وقتی انسان دنبال یک برنامه است، حالا میخواد مثلا بزرگ یک جامعه بشه، نیتش از این بزرگ شدن چیست؟ فرمودن انما الاعمال بالنیات، اعمال به نیت در میخوره، از نیت در واقع منشأ میگیره. باید آدم ممکنه جهاد بره، از یک خلاصه شهری به شهر دیگر مهاجرت بکنه. و امروز ما یکی از مشکلات یا در واقع پدیده‌های اجتماعی من مسئله مهاجرته. به چی نیتی مهاجرت میکنیم؟ به چی نیتی از کشور میریم بیرون؟ اینا همش در زندگی ما تأثیر دارد. حضرت امیر فرمودن آفت الوزراء خبث السریره، اون مشکل اساسی وزیران این است که باطنشان نیتشان خرابه، نیت خبیثه. وقتی نیت خبیث شد گفتارم خبیثه، کردارم خبیثه. بیاییم این نیت ما نه مدیریت بکنیم. وقتی ما میگیم مدیریت نیت، بعضیا اکثرا اینجوری برداشت میکنیم، میگه آقا نماز نیتش خوب باشه. تنها نماز که نیست، خب آقا حکومت هم همینه، تجارت هم همینه، زعامت هم همینه. دین باید به همون شکلی که خدا معرفی کرده فرستاده به پیامبر اونطوری بهش نگاه کنیم. صداقت در صحبت کردن، در گفتار بسیار مهم است. بعضیا خودشان فریب میدن و بعد به اصطلاح مردم تربیت میکنن، میگن آقا دلت پاک باشه. نه آقا دل پاک باشه چیه؟ زبان باید صادق باشه. آقا مردم چی میفهمه دل ما پاکه یا ناپاک؟ ما باید حقیقت بگیم. عاقبت الصدق نجات، پایان راستی نجات است. کسی که در گفتارش صادق باشد قدرش بالا می رود، شخصیتش بزرگ می شود، جلال و عظمت اجتماعی پیدا می کند. در گفتار و در کردار باید خیلی دقت کنیم. بعد از عمل، خب بازم وقتمون محدود و خلاصه موضوع مهم، من تا متوجه باشیم که دنبال صداقت خیلی جاهای دور لازم نیست بریم. فضاها را باید از آغازش مدیریت بکنیم. یکی از میدانهای صداقت و یکی از نقاط اساس صداقت فضای خانواده است. همین فضای کوچیک. الان خب الحمدلله جمعیت فراوانی در مصلی حضور دارن. بالاخره این جمعیت از خانه ها آمدن، از همین واحدهای کوچیک. اگر قرار است کشوری با صداقتی باشه، باید در خانه ها بحث صداقت مهم باشه. پدر مادر، وعده دادن با اولاد، صحبت کردن، نیت، گفتار، همه اینها عوامله. محیط باید لحظه به لحظه حراست بکنیم، تحت نظر و کنترل داشته باشیم. در محیط کارمان صادق باشیم. معلمیم، خلاصه کارگریم، مدیریم، مسئولیم، محیط کارمان صادقانه اداره بکنیم. اگر در اداره رشوه را افتاد، رئیسش اهل رشوه بود، کارمندای زیر دست شروع میکنه. پدر خانه، مادر خانه اگر خلاصه به صداقت جدی پایبند نبود، فرزندان آسیب میبینند. صداقت در ارتباطات اجتماعی، آقا حرف بزنیم فایده نداره، عملا باید صداقت تبیین کنیم، حمایت بکنیم. از تعصب اگر در عمل حمایت کنیم، در گفتار هر چی بگیم اهل تعصب نیستیم دروغه. اینا میدانهای مهم صداقت است. صداقت در حاکمیت، از
جاهای سخت صداقت است، از بزنگاهای صداقت است. رهبری و حاکمیت تمام تمرکز مردم است، توجه مردم است. به همین دلیل است که در روایات داریم الناس علی دین ملوکی، مردم خلاصه دین بزرگانشان و شاهانشان عیاد میگیرند. در وظایف حاکمیت مسئله صداقت بسیار ارزشمند است. و آخرین بخش که بازم وقت من کم آمد، صداقت در امور دینی خیلی مهمه. من سالها و بارها این مسئله را مطرح کردم، از سالهایی که الحمدلله در این فضای نورانی نماز جمعه توفیق خلاصه بودن با شما خوبانه دارم، عرض کردم خیلی وقتا مردم ما از اعتماد به افرادی که نباید اعتماد کنن آسیب دیدن. از محورهای اساسی بحث صداقت در مسائل دینی و در مسائل اعتقادی است. امام صادق فرمودن ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. خدا همه انبیا را خلق کرد، مبعوث کرد که در گفتارش صادق باشه. هر کسی سخن او را میشنه و به او صادقانه حرف میزنه، ولو آدم بدی باشه، امانت رو به اهلش میرسانه، چی بر باشه چی فاجر. متاسفانه خیلی وقتا ما به مسائل دینی اعتقادمان به کسای اعتماد میکنیم که نباید اعتماد بکنیم. جامعه دینی باید متوجه باشه فتوا را از کی بگیره، سخن کی را اعتماد بکنن، و الا آسیب میبینه. امیدوارم که با استفاده از این نسخه شفا بخش قرآن بخشی از مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و مشکلات کلی ما درمان بکنیم، و انشاءالله با تأسی به قرآن، تأسی به پیامبر و اهل بیت پیامبر، اصحاب پیامبر، تربیت شدگان پیامبر، با استفاده از این نکاتی که از قرآن و روایات مطرح شد، بتوانیم در مقابل توطئه‌ها و دسیسه های دشمنان اسلام استادگی و برنامه ریزی داشته باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. قبل از اون که از نقش حضرت عادی علیه السلام در سازماندهی زندگی جمعی صحبت کنم، تذکرن عرض میکنم ماه رجب که امروز در روز هشتم این ماه قرار داریم، ماه استثنایی است و یکی از نداهایی که فردای قیامت به گوش انسان ها میرسه و
با اون ندا اونها اهل نجاتن، این الرجبیون است در کنار این الرضویون زائرین حرم آقای امام رضا و این زوار و قبر حسین در کنار کسانی که توفیق زیارت قبر آقا را پیدا کردن و زائر آقا محسوب شدن رجبی بودن، یکی از نداهای نجات است. انشالله با برنامه هایی که به دقت باید برنامه ریزی بکنیم، ساعات و لحظات و خلاصه شبهای با ارزشی که ماه رجب داره، مخصوصا اونس با دعا، از برکات ماه رجب بیشتر استفاده بکنیم. در آستانه میلاد امیرالمومنین هم هستیم که روز پنجشنبه هفته آینده است، شب 13 رجب و ایام البیز و برنامه ارزشمند اعتکاف. این از باب تذکر عرض کردم، اما صحبت که پیرامون نقش حضرت عادی علیه السلام خواهم داشت در رابطه با مشکلات است که امروز همه مردم دارن، مخصوصا جامعه خودمان دارن. اگر از اینها استفاده نکنیم، ما یقینا نمیتوانیم مشکلات را حل کنیم. خب حضرت عادی علیه السلام یک شرایط سختی را پشت سر گذاشتن. میدونین حدود 20 سال حضرت از دوران امامتشان را در سامرا سپری کردن، از مدینه حضرت آوردن و متوکل که خیلی انسان بیرحم و انسان ناشایستهی بود، حضرت را اذیت کرد. متوکل انسان واقعا خبیثی بود. یکی از جنایات متوکل، اگر تاریخ خوانده باشین شنیدین، تخریب قبر آقای امام حسین علیه السلام بود. همین قبری که امروز شما میبینین چقدر عاشق داره، 40 نهضته، این قبر متوکل آب بس که اصلا نابود بکنن. خب حالا امام هادی را آورده در یک نقطه‌ای که لحظه به لحظه به حضرت دسترسی داشته، به حضرت تحت کنترل داشته باشه، در این نقطه امام هادی را نگهداری کرده. دیگه سخت‌تر از این نمیشه، اصلا قابل تصور نیست. امام هادی در اون شرایط کارا را چطور مدیریت کرد؟ بعضیا فکر میکنن نمیشه. اینه که در روایات داریم هر کس امام زمانش نشناسه و مرگ جاهلیت مرده، اینه که در روایات اینقدر تشویق میشه برای شناختن اهل بیت ائمه معصومین، دلیلش اینه. و الا اسمشان همه کس میتونه یاد داشته باشه، روششان باید یاد بگیریم، برنامه هاشان یاد بگیریم. شرایط حضرت هادی خیلی استثنایی بود. در کوچه کسی میخواست از حضرت هادی سوال بکنه، حضرت فرمود که جایش نیست. نحنو علا قارعت طریق و لیس هنا موضع و مسئله، فرمود که جانتان در خطر میفته. در این شرایط حضرت زندگی کردن. حضرت وقتی آوردن سامر را، حضرت از اونجا یه شبکه‌ای را مدیریت کرد، همین شبکه‌ای که بین مرجعیت و خلاصه مقلدینشان هستن، بحث وکالت. حضرت در زمان خودشان این شبکه را از سامر را مدیریت کردن در همه جهان اسلام. یک آدم مثل متوکل، حضرت از مدینه آورده از کنار قبر جدشان رسول الله در سامرا در یک شهر غریب، فقط به خاطر که کنترل بکنه. حضرت همونجا با برنامه این مدیریت کلانه کردن. به همین دلیل است که ماموریت بزرگی را حضرت مثل همه ائمه که هر کدامشان یک ماموریت کلان داشتن، و آقا جان ما هم که دوران غیبتشه داریم سپری میکنیم، ماموریتش استثنائیه و بزرگی ماموریت همه انبیاست. نقش حضرت عادی در این ماموریت بسیار مهمه و من خلاصه با برنامه‌هایی که در دسترسم هست میخوام این نقش انشالله در حل مشکلات اجتماعی کشورمان، جهان اسلام، از آدرس نماز جمعه به عنوان یک
نسخه به عنوان یک راهکار اینا را عرض بکنم. ما نمیتوانیم بر مشکلات ما فائق بیاییم و مشکلات ما حل بکنیم مگر اون که از این روش ها استفاده بکنیم. حالا برای که بفهمیم این نقش چقدر مهم است، من اینا را شروع میکنم. میدونیم زندگی ما انسان ها یک ساختاری خاص خودش داره، اگر از اون ساختار، از اون مسیر حرکت نکنیم شکست میخوریم. امروز نظام حاکم بر جهان سبکی را داره در زندگی های ما وارد میکنه در کشورها و ما تحمیل میکنه که اون سبکی را که خدا گفته از اون سبک ما دور بشیم. با سبکی که اینها در زندگی ما حاکم میکنه ما نمیتونیم مشکلات ما حل بکنیم. حالا من به مسائل سیاسی بالاخره روز میپردازم، اما اینا مهمتره. یکی از مشکلاتی که ما امروز گرفتارش هستیم این است که شبکه های اجتماعی به وجود آمده. خب آقا هر کدام ما موبایل داریم، خانم ها موبایل دارن، آقایان موبایل دارن، نامش رو گذاشتن شبکه اجتماعی. در واقع این شبکه ها عوضی که حرکت اجتماعی ما را کمک بکنه به شکست مسائل اجتماعی ما برنامه میده، ناتوانی و شکست ما را بیشتر اینا در واقع اجرایی میکنن، چون ما را از همدیگه دور کرده. حالا بعضی کشورها که خیلی با مشکلات گرفتار شدن، حالا افغانستان هم به تناسب شرایط همینطوری شده دیگه، رابطه پدر مادر خیلی ضعیفه، رابطه اولاد و مادر، رابطه خدمت شما چه فرزند و پدر خیلی کم شده دیگه. اون عمق ارتباطی که بین خلاصه خانواده باید باشه ای کم شده. خب زندگی جمعی آسیب داره میبینه. حالا یک بخشش میگم، یا مثلا میخوایم یک کاری بکنیم میگیم آقا ما برای قوم خودمون کار میکنیم. بابا ما مثلا، حالا نام نمیبرم چون اصلا باور ندارم به این چیزا، آقا ما برای یک قوم میخوایم یک کار بکنیم، اشتباس. ما میخوایم برای یک منطقه شهر یک کار بکنیم، اشتباس. نمیشه، باید کار جمعی انجام بدیم. آقا اگر داخل کشتی باشیم، آب داخل کشتی داخل بشه، باید همه سرنشین های کشتی حرکت کنن، یک فکر بکنن و الا همه غرق میشن. نمیشن. ما اگر حرکت من جمعی تنظیم نکنیم آسیب میبینیم. نکته بعدی، ببینیم مشکلات جامع، مشکلات انسان ها در نقاط مختلف رنگشان یکیست، جنسشان یکیست. آقا مسئله اعتیاد هر جا که کسی معتاد شد و خانواده آسیب میبینه، نمیبینه؟ نماز اگر در خانه خوانده نشد و خانواده آسیب میبینه. بی‌حجابی اگر رونق گرفت، همه جا بی‌حجابی مشکل آفرینه. مشکلات جوامع انسانی مشترکه. پس ما برای مبارزه با مشکلات، نیازهای جوامع یک رنگه. همه ما نیازی به پول داریم، همه ما نیازی به برق داریم، همه ما نیازی به آب داریم، نیازی به امنیت داریم. پس بیاییم یک کار بکنیم که نیازهای جمعی را دست جمعی تأمین کنیم، آسیبها و مشکلات جمعی را دست جمعی جلوشه بگیریم و الا مشکل حل نمیشه. آقا با کدام بیان بهتر از این بیانی که از زبان قرآن و معصوم گفته میشه؟ باید تفکر اصلاح کنیم. امام هادی علیه السلام ما را به سمت یک حرکت جمعی در اون شرایط سخت مدیریت کرد. در اون زمان اگر تفکر ما عوض نکنیم، تغییرات نیاریم، بگیم آقا به ما چی؟ آقا این مشکلات مالی خانواده است، مالی قومه. همینه که متاسفانه در افغانستان خیلی خیلی دیده میشه و اساسا مردم اشتباه هم قبول هم کرده.
فکر میکنه یک قوم با حاکمیت میتونه مشکل افغانستان حل بکنه، یک تفکر میتونه حل بکنه. این نمیشه. اینا را از داخل قرآن باید بفهمیم. واعتصموا بحبل الله جمیعا. همین مردم فلسطین که امروز این مشکلات دارن، یک روایتی داریم در زمان امام صادق علیه السلام یک گروه از مردم فلسطین آمدن از حضرت سوالات کردن، از جمله درباره هم سوال کردن. حضرت بالاخره سوالات جواب داد. خو امام باقر پیغمبر فرموده شکافنده علم است. بعد حضرت فرمودن اگر کسانی افرادی شایسته فهمیدن مطالبی را که دارم پیدا می شد، حضرت فرمود لنشرت الایمان و توحید و دین و شرایع، فرمود اسلام و ایمان و توحید، همه اینها را من فقط توسط کلمه صمد جهانی می کردم. باید حرکتی بزرگ و منافع همگانی دنبال شود. امام عادی علیه السلام در کنار متوکل خوناشام توانست کار بکنه. ما چقدر روابط ما عمیقه. اینا رو باید اهل سیاست، اینا رو اهل اداره، اینا رو اهل حاکمیت بیایم بفهمن. بابا باید در اتاقای فکر این مسائل دنبال بشه. حالا از آدرس قرآن، از آدرس دین. ما در مکتب ما باید بگیم آقا ما دیدین بچه های کوچک مثلا در خانه میگه این مال منه، بیشتر میخوان شخصی حرکت کنن. باید پدر مادر اینا رو چیکار بکنه؟ تربیت بکنه، بگه نه این مال همه است. باید بچه کوچیک بغل کنی، ناز کنی، بگی بابا این کار باید به درد همه خانواده بخوره. داخل مکتب باید بچه هامان اینطوری تربیت بکنیم آقا ما کشور ما منابع ما نیروی انسانی ما ثروت ما اینطوری باید تربیت کنیم. با من با شخص مشکل حل نمیشه. ابعاد اجتماعی در قرآن فراوان است. بعضی از اهل بصیرت فرمودن اکثر مسائل دین مسائل اجتماعی است. زیاد فرصت ایجاب نمی کنه. روایت داریم که خداوند به یکی از انبیایش خبر داد، حضرت شعیب علی نبینا و علیه السلام اوحلا تعالی الی شعیب النبی، همون پیامبری که دخترش همسر حضرت موسی شد و جریانش میدانین، علی نبینا و علیه السلام به حضرت شعیب وحی کرد که اینی معذب من قومک مئت الف، من 100,000 از قوم تو را عذاب میکنم، 40,000 از بدانشان شرارهیم، 60,000 این خیاریم از خوبانشان. خب حالا 40,000 بد شر، خب شایسته عذاب هستند. فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار. خب اشرار که باید عذاب بشن، چرا خوبان عذاب بشن؟ فاوحى الله عز وجل الی داهنوا اهل المعاصی. خداوند فرمود اینا با اهل معصیت سازش کردن، با اهل رشوه، با اهل خلاصه حرام، با اهل دروغ، با اهل آزار اینا سازش کرده. نمیشه. اگر بخوایم سازش بکنیم مشکل هممون حل نمیشه. و روایات فراوان داریم که اگر عده اهل نماز نبودن و بی نمازان نابود میشدن. حالا اونا نمیفهمن، یه چیزی دیگریست. ما در روایاتمان مطالب بسیار بلندی داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن جعل الله طاعتنا نظاما للمله و امانا امامتنا امانا من الفقه.
اطاعت از ما اهل بیت ساماندهنده فرم زندگی شماست. اگر میخواید فرم زندگی بهترین فرم باشه، با اهل بیت ارتباط برقرار بکن. جامعه را از پراکندگی نجات میدهد. حرکت امام عادی علیه السلام نشان دهنده این اداره و مدیریت بزرگ جمعی است. من با استفاده از همین فضا دو سه تا نکته درباره مسائل روز عرض بکنم و انشالله که نماز جمعه مورد توجه و قبولی و نگاه پروردگار همه من و همه نمازگزاران قرار بگیرد. امروز کشورهای اسلامی از مشکلات زیاد رنج میبرند، از اینجا بگیرین تا فلسطین که واقعا یک داغ است. من نه در نماز جمعه خدا را شاهد میگیرم، صبح هم که نماز میخوانم با خانوادم برای مردم فلسطین دعا میکنم. در گزارشات دیروز شنیدم دشمنان این ملت اینقدر خبیثند که طفل نوزاد به خاطر نرسیدن مواد سوخت از مادر به دنیا آمد، سرما او را کشت. چقدر بیرحمی باشه در دنیا. چرا اینجوری شده کشورهای اسلامی؟ هیچ کشور اسلامی توان خاص نداره که بتونه عرض اندام بکنه، به خاطر اختلافات است. استفاده نکردن از راههایی که در قرآن است، از راههایی که در تربیت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است. بگذاریم، امروز کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ایران، ما شاهد خلاصه توطئه ها هستیم، شاهد خلاصه مشکلاتیم. اگر درست مدیریت نشه مشکلات بزرگ میشه. دشمنان نمیتوانن کشورهای اسلامی را ببینن. خدا شاهده، میدونیم چند هزار نماز جمعه در کشورهای اسلامی است. در افغانستان چند صد نماز جمعه برگزار است. اگر این نمازهای جمعه همه با هم فکر میشن، شیعه و سنی نداریم آقا، همه من سوره جمعه را در نماز جمعه من میخوانیم، همه من رو به قبله هستیم، همه من از قرآن حرف میزنیم، از پیامبر حرف میزنیم، بیاییم همدل میشیم، چقدر میتونیم جلو بریم. خب این کشورهایی که الان شما میبینین اختلافات و مشکلاتی که پیش آمده، اینا دلیلش چیه؟ خب این کشورها همسایه هم. ما در کنارمان پاکستان داریم، هر لحظه رفت آمد داریم، مرز طولانی داریم، ما با ایران مرز مشترک داریم، هر لحظه رفت آمد داریم، بخشی از خانواده هامون در این کشورها زندگی میکنه. ما منافع مشترک فراوان داریم، جغرافیای فرهنگی داریم، جغرافیای ارضی داریم. در تحولاتی که پیش آمد، غربی ها به هر دلیل خلاصه از افغانستان رفتن و شکست خوردن، در رأس اینها آمریکا، و با آمدن و با رسیدن امارت اسلامی یک فصل جدید بر اوضاع منطقه حاکم شد. خوشبینی ها بین همسایه ها به وجود آمد. ایران، پاکستان، افغانستان یک احساس امنیت کردن، احساس آرامش کردن. خب دشمن مشترک رفت و این اعتماد باید روز به روز افزایش پیدا بکنه. رابطه، داد و ستد، اعتماد، برای که وضع افغانستان هم بهتر بشه، وضع پاکستان هم بهتر بشه، وضع ایران هم بهتر بشه. ما مثل خانه هایی که کنار هم دیگه هستیم در سطح کلان به هم نیاز داریم. کشورهای اسلامی، حکومتهای اسلامی باید این پتانسیل و این سرمایه را هم زیاد کنن هم حفظ بکنن. اما میبینیم متاسفانه دشمن ها شروع کردن، نمیتونن این صحنه را ببینن، نتونستن ببینن. الان شما ببین روابط خلاصه افغانستان با پاکستان مشکل پیدا کرده، روابط ایران حالا در مراحل مشکلات پیدا کرد. غرضم از طرحی بس اینه که کشورهای ما همسایه ها باید جریان مدیریت کنن. ما یک دشمن مشترک داریم، نمیتونه مسلمان ها را ببینه.
دنبال اینه که مسلمان ها با همدیگه درگیر باشه، تروریسم، ناامنی، انفجار، خلاصه تخریب وجود داشته باشه تا اونا به اهدافشان برسن. بر بزرگان است، بر ملت است، بر مردم است این روابط را هم موشکافی کنن هم حسنه کنن، حالا به هر شکلی از هر راهی. اگر حرکت جمعی نشد، منافع همه مد نظر نبود، یک کشور گفت من تنهایی میخوام منفعت ببرم، نمیشه. کشورهای مسلمان کنار هم دیگه منافع مشترک دارن. آقا باید فکر باز کرد، افقهای دورتر باید دید. وجود تروریسم، نیروهایی که اهل کشتن و اهل خلاصه نابود کردن و انفجار هستن در هر کشوری که باشه، در هر منطقه‌ای که باشه، پیامدهای منفی فراوان داره. باید هر سه کشور نیروهای تروریسم را از منطقه دور کنن. این راه، راه درسته. راهش اینه که بشینن با هم دیگه صادقانه مشکلات، باید کشورهای همسایه ما امارت اسلامی را در برنامه هاشان دقیق شریک کنن. دنبال چی هم؟ و امارت اسلامی هم صادقانه با اونها مسائل شریک بکنه. آقا در پاکستان هم انفجار بشه، او را از ما بدانن، مشکل ساز میشه. در ایران انفجار صورت بگیره، مربوط به ما بدانن. حالا بگن آقا این مثلا نیرو از داخل افغانستان آمده، خب مشکلات پیش میه. بالاخره نیروی تروریستی در بلوچستان پاکستان باشه، ایران بگه آقا این تروریستا اونجا است، اونجا را بزنه. بالعکس پاکستان ایران را بزنه، این نتیجه ای حضور نیروی تروریستی در منطقه است و نتیجهش هم جنگ است، ناآرامی است و آب باسی آب دشمن میریزه. اینا رای حل داره؟ رای حلش صداقت، رای حلش دلسوزی، رای حلش واقعیت ها را دیدنه. وقتی یک تروریسم، یک جریان ترور در کشور بود، در هر کشور هم منطقه آسیب میبینه هم خود او کشور به شدت آسیب میبینه. بی‌ثباتی، تضعیف مدیریت. خب نگاه کنید، در کشوری که تروریست بود مردم به حکومت بی‌اعتماد میشه، وضعیت اقتصادی خراب میشه، سرمایه گذاری ها صفر میشه، نارضایتی مردم، هم منطقه را خراب میکنه و هم کشور را خراب میکنه. ما امیدواریم با جهانبینی شایسته و ارزشمند را که به عنوان مسلمان در کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه داریم و باور مشترکی که به پیامبر و الحمدلله قرآن و دیانت که از قرآن و از اخلاق پیامبر و تربیت شدگان مکتب پیامبر داریم، این جریان را شخصیت ها، حکومت ها، بزرگان مدیریت کنند به امید روزی که همه کشورهای همسایه و اسلامی با نیت بزرگ، با اندیشه کلان رهبری و زعامت جوامع اسلامی و تأمین امنیت سرتاسری و حل مشکلات بزرگ در همه ابعاد بتوانیم شاهد یک تحول، شاهد یک برتری، همون برتری که خدا وعده داده الاسلام یعلو ولا یعلو علی باشیم. و این شدنیست با یک همدلی، با یک دلسوزی و با یک نص. خدایا ما را در اون مسیر، همه کشورهای اسلامی و کشور ما، حاکمیت ما را یاری بفرما. خدایا به توفیقات خدمتگزاران دلسوز و با اندیشه بیش از پیش بیفزا، ما را از منتظران آخرین ذخیرت محسوب بفرما. خدایا عزیزان که با حضورشان در فضای
ارزشمند و فضای بزرگ و سرنوشت‌ساز نماز جمعه این برنامه را یاری میکنم. توفیق روز افزون نصیبشان بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.